آیا تا به حال این ستون را دیده اید؟ ستونی سنگی که در جای جای کره زمین قرار دارد. بیشک تا بال از خودتان پرسیده اید که معنا و مفهوم این ستون سنگی عجیب چیست و چرا در همه جا دیده می شود؟ از مکانهای مذهبی چون کعبه، بزرگترین مسجد جهان در استانبول و یا واتیکان در روم گرفته تا مکانهای مهم سیاسی همچون واشنگتن. اوبلیسک یک بنای بلند چهار طرفه و باریک است که انتهای آن به شکل هرمی است. یا بهتر است که بگویم یک بنبن در بالای اوبلیسک قرار دارد. در ابتدا اوبلیسک توسط مصریان باستان ساخته شد و تکنو نامیده می شدند. یونانیانی که آنها را دیدند از اصطلاح یونانی اوبلیسکوس برای توصیف آنها استفاده کردند و این کلمه به لاتین و در نهایت به انگلیسی اوبلیسک منتقل شد. اوبلیسک های باستانی یک پارچه هستند. یعنی آنها فقط از یک سنگ واحد تشکیل شدند، در حالی که بیشتر اوبلیسک‌های مدرن از چندین سنگ مختلف ساخته می‌شوند. بیش از 4000 سال پیش مصر باستان با خدایان بیشمار خود بنیانگذاری دو آیین یکتاپرستی را طی یک قرن از یکدیگر مشاهده کرد. یکی با موسی، کتاب مقدس و ایمان اسرائیل باستان مرتبط بود که پایه و اساس یهودیت و مسیحیت است و دیگری آیینی بود که در حوالی سال 1350 پیش از میلاد به وجود آمد و برای مدتی شکوفا بود و هنگامی که بنیانگذار آن در سال 1336 پیش از میلاد درگذشت، این آیین هم به فراموشی سپرده شد. این آیین را آتنیسم می‌نامند. در هزاره چهار پیش از میلاد مسیح، دو فرهنگ مجزا در مصر وجود داشته است. یکی در منطقه دلتا یعنی شمال و دیگری در جنوب. این دوگانگی جغرافیایی و سیاسی شامل مذهب هم می شد. در شمال قدرتمندترین خدا در پانتئون مصر را نام داشت، یعنی خدای خورشید. مرکز فرقه وی در حومه قاهره امروزی بود که هنوز هم با نام یونانی باستان هلیوپولیس شناخته می شود، یعنی شهر خورشید. و نماد اصلی وی یک سنگ هرمی شکل به نام بنبن بود. اهرام و اوبلیسک ها که با آنها آشنا هستید شکل و اهمیت نمادین خود را مدیون این سنگ خورشیدی باستانی هستند. البته را بسیار شبیه خدای دیگر مصری به نام هوروس بود و فرعون‌های مصر تجسم هوروس بودند. یکی از مهمترین نمادهای را و هوروس که بیشک تا به حال دیدید چشمی است که معروف به چشم را و چشم هوروس است. اما در همین حین در شهر جنوبی تپس یا لوکسور امروزی خدای آمن که به فارسی یعنی آمین و آن را با نام آمون میشناسید به عنوان قدرتمندترین نیروی مذهبی ظاهر شد. همانطور که از نام وی در مصر باستان پیداست، آمین به معنای پنهان است و غالبا به صورت انسانی با پوست آبی به تصویر شده و نمایانگر آسمان آبی یا جیو است. مرکز فرقه اصلی آمین معبد کارناک در تپس بود. پس تا حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح دو خدای مسلط در مصر وجود داشت. را که در شمال پادشاهی میکرد و آمن یا همان آمین که حاکم بر جنوب بود.
شمال و جنوب مصر بین سالهای 2121 تا 2000 پیش از میلاد درگیر جنگ داخلی بودند و در نتیجه پادشاهی‌های موازی در ممفیس در شمال و تپس در جنوب انجام گرفت و نهایتاً به یک فرمان روای سلسله 11 به نام منتوهوتب دوم واگذار شد تا زمین را از طریق جنگ در حدود سال 2000 قبل از میلاد مسیح متحد کند. در حدود سال 1950 پیش از میلاد بود که آمنمت که به معنای آمین قبل از همه است، سلسله دیگری به نام 12 را تأسیس کرد و او اولین کسی بود که آمن را به ابتدای نام خود اضافه کرد. سپس او پایتخت را به ممفیس منتقل کرد و نام آن را سیزر آف د تولند نامید و از این زمان به بعد بود که آمن و را به یک خدای واحد و قدرتمند تبدیل شدند و به نام خدای آمن را یعنی پادشاه پادشاهان خوانده شدند. از این زمان به بعد بود که آبلیسکا برای احترام و وفاداری به خدای خورشید مصر باستان یعنی آمن را ساخته شدند. گفته شده است که روی این خدای سنگی در داخل آبلیسکا ساکن است. مصریان باستان آبلیسکا را در دو طرف ورودی معابد خود قرار می دادند. غالباً بنبن بالای آبلیسک‌ها را با طلا یا یک آلیاژ طبیعی طلا و نقره به نام الکتروم می‌ساختند تا اولین پرتوهای نور صبح را جذب کنند. تصویر یکی از اوبلیسک معبد لوکسور را می‌بینید که در سال 1833 از مصر به پاریس فرانسه آورده شد. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه آمنهوتب چهارم به قدرت رسید و با تغییر نام خود به آخناتن یکتاپرستی را جایگزین آمن را یا همان آمون کرد که می‌شناسید. که این آیین یکتاپرستی را آتنیس می‌نامیدند. لطفاً این کلمه را با آتئیست اشتباه نگیرید. از مصر باستان 28 اوبلیسک هنوز پابرجاست که فقط 6 تای آنها در مصر هستند و بقیه در سر تا سر جهان پخش هستند. رومیان اوبلیسک های مصری را به نشانه تسخیر و قدرت خود در مصر به پایتخت خود یعنی روم بردند. در قرن 16 واتیکان یک اوبلیسک مدفون در روم یافت و آن را در میدان سنت پیتر به عنوان نشانه پیروزی مسیحیت در بت پرستی قرار داد. اما آنچه ما در شهرهای مختلف دنیا می‌بینیم از قرن 19 آغاز شد، زیرا بریتانیا و فرانسه از روم تقلید کردند. آنها اوبلیسک‌ها را از مصر گرفتند و آنها را در پایتخت خود قرار دادند. یک کلمه خاص وجود دارد که بیشک تمام انسان‌های روی کره زمین آن را می‌شناسند، زیرا این کلمه در بین تمام ادیان وجود دارد. در یهودیت، مسیحیت، اسلام و حتی در هندو دیده می‌شود. این کلمه ای است که در پایان هر نیایش گفته می‌شود. این کلمه آمن است که به فارسی یعنی آمین. دیدید که هست اما پنهان است. کی؟ آمن، خدای مصر باستان، کسی که آبی است و نامش بر روی این اوبلیسک ها نقش بسته است. امیدواریم هر کجای این کره خاکی که هستید شاد و سربلند باشید. آیا گفتید آمین؟ فرضیه‌ای است که میگوید که اگر شما اکنون گفتید آمین، وضع شما کمی بهتر از کسی است که گفت الهی آمین. چون الهی به معنای خدای من است. پس یعنی اکنون گفتید که خدای من آمین یا همان آمون. آنچه که دیدید نتیجه مطالعات ما بود که منبع مطالعاتی ما در قسمت توضیحات قرار دارد. البته از آنجایی که قطعا مطالعات ما کافی نیست، هرگز به گفته‌های این ویدیو تکیه نکنید.
سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.